سلام و وقت بخیری دارم خدمت تک تک شما هموطنان نهایت عزیز و مهربان. امیدوار هستم که هر کجای دنیا هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و از گزند روزگار زندگی در امان پروردگار باشین. با یکی از گزارش های ویژه از رسانه نگاه با من شعیب کاوش خوش آمدید و رسانه نگاه را هم سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بگذارین تا گزارشات متفاوتی را خدمت شما هموطنان عزیز تقدیم بکنم. همین اکنون در یکی از بلندترین شهر کابل آمدیم که با شوقی ها میخواییم لحظاتی با شما هموطنان عزیز داشته باشیم. پس ببینیم که امروز این تعداد کسایی که در اینجا هستن کیها هستن. پس شما مرا همراهی بکنین که چون یک جای بسیار بلنده، همین اکنون من هم قرار دارم که همگی مصروف کارهای شوقی هستن، چون شوقی یک علاقه خاصی دارن به شوق. پس ما را همراهی بکنیم، پس ببینیم که در این گزارش کیها را ما پیدا میکنیم و ببینیم که گزارش چیگونه سپری میشه. پس شما ما را همراهی بکنین و سپاسگزاری میکنم از آسم جان سردار که در استرالیا هستن و برنامه های ما را در کابل حمایت میکنن. شما هم بیننده برنامه ها و گزارشات جالب آسم جان سردار در استرالیا هستین و ما همکارم از کابل در خدمت تک تک شما هموطنان عزیز قرار داریم تا بتانیم که برنامه ها و گزارشات متفاوتی را در بخش های از مختلف اجتماعی در خدمتتان تقدیم بکنم. پس شما مرا همراهی بکنید. هموطنان عزیز سپاسگزار هستم که گزارش خودتان بینده هستین از رسانه نگاه. این گزارش خدمت کسایی که علاقه خاص دارن برای کفتر و کسایی که شوقی هستن. پس مرا همراهی بکنیم که چی اتفاقات جالب رخ میده. پس شما بیننده گزارش خودتان از رسانه نگاه باشین و سپاسگزاری میکنم از تک تک شما هموطنان عزیز که ما را سپورت میکنین و حمایت میکنین که برنامه ها و گزارشات متفاوتی را در خدمت شما نازنینا تقدیم بکنم. و در اینجا ما نجیب هم پیدا کردیم. نجیب در هر جای ما میبینیم چی بیچی میکنه. سلام علیکم نجیب جان، خوب هستی؟ ساعتت خوب؟ بخیر؟ چیال داری؟ جانک جور است؟ قربانت، خوب هستی؟ همی آمدیم دفتن خودت دیدیم. والا ما خو دگروال صاحب، دگروال صاحب به دوست دارم، دگر احترام برش دارم. یکی از شوقی های شهر کابل می باشه که کفترک های پریشی داره، خوب خوب کفترک ها را می پرانه. دگر آمدیم دهی که اول سلام به خودتان، دوم به کامرمین عزیز ما، با تمام و تندارا، دوستا، رفیقا، شوقی های نازنین داخل هستن، خارج هستن، سلام های ما را پذیرا باشن، جور آرام باشن، خوش و خوشحال باشن. دیگه اومدیم پیش دگروال صاحب شوق کنیم. دوستای عزیز، ما نجیب جان همه جا ما پیدا کردیم و در هر جایی که جای شوقی ها باشه نجیب جان حتما دیگه موج است. نه اون تا دگروال صاحب شریف دیگه یک آدم بسیار نیک است، یک آدم یک شوقی بسیار خوب ده در راست شوق. البته که تمام اصولای شوق امرات میکنه، ان شاء الله دوستا میبینن دیگه کت خودشان ان شاء الله. بسیار خوب. سلام علیکم آقای صاحب. خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتمند هستین؟ زنده باشین، سلامت باشین. امیجا مصروف شوق بودی؟ اینه بیجا دیگه مصروف هم شوق بودیم، دیگر بود آمدیم دیم کفترکار ایلا کردیم، یک دقیق همیار اکسالیش هم میکردیم، یک شوقش هم میکردیم. بسیار خوب. آی صاحب، مدت چند سال میشه که شما علاقه خاص دارین به شوق؟ والا شوق از بسیار مدت های دیر میشه که این شوق داریم، هم شوق کفتره، بازم خصوصا هم شوق پرشه. اونم شوق پرشه داریم دیگه، بازم دیگر که میشه میایم یک ساعت میجد از این کار بار که بیکار میشیم باز میایم یک ساعت همین شوق خودم میکنیم. بسیار خوب. آی صاحب، چند دانه کفتر داری خودت؟ در عموم ما تا جای میبینم و ساعت ازی خیلی کلان است، فکر کنم زیاد کفتر داری خودت. همین 100 دانه باشه دیگه، 100 دانه، 95 دانه من قدر کفتر است که ها 100 دانه 95 دانه هستم میجه. بسیار خوب. آی صاحب، روز چند بار این کفترها را به پرش میاره؟
ایره دیگه یک دیگر دیگه دیگر روز یک بار دیگه نه روز یک بار می دیگر دیگه دیگر باز الهیشان میکنیم و یک ساعت شب خود کارش میکنیم یک سه بجه الهیشان میکنیم تا می ساعت یک چهار نیم پنج بجه باز بسیار خوب ما هم نجیب هم اینجا پیدا کردم نجیب جان هم در کنارت هست نه نجیب جان خود دوستای بسیار سابقه ماست باز یک شوقی بسیار هم تو شوقی زگه دوست ماست باز من یگان وقت هم اینجا پیش ما یگان ساعت هم پیش شوق یگان ساعت ما میریم یگان وقت که نمی کار شوق هست دیگه نمی کسایی که آیسه علاقه خاص دارن بر شوق کفتر بازی دیگه وارد دیگه در روزای دیگه رو همی دیگر دیگه روزشان هست نه دیگر دیگه باز خوبتر پیدا میکنن چرا که همی دیگر کفتر بازی ها می باشم دیگر باز آدم جمع میشه دیگه وقت بازی لام نمی کنیم دیگه دیگه وقت وقت پروگرام کفتر بازی هم دیگر اکیست همی دیگر دیگه دیگر بسیار خوب آی صاحب خودت چه رقمی علاقه پیدا کردی به شوق والا ما خب بازم بسیار طفولیت به شوق کفتر داشتیم لازم شوق سابق دیگه لازم سابق شوقی بدیم بسیار خوب سابق هم شوقی بدیم نجیب جان اینا من امروز خودت پیدا کردم هموطنای ما هم شاید ایران بونه که نجیب جان خو نجیبه که هر جایی که هموطنا و دوستای نزدیک نجیب جان که هستین هر جایی که میخوای نجیب رو پیدا کنین در مجلس شوقی ها میتونین پیداش بکنین نه من خاک و پای دوستا هستم خاک و پای وطندارا هستم خدمتگار به شوقی هستم به وطندار هستم دیگه ما دوست دارم تمام شوقی ها را تمام وطندارای ما که خارج از کشور هستند داخل کشور هستند بیننده هستند تشویق ما میکنن دوست دارم ایشان ما فقط یعنی می شوق از طریق یوتیوب چینل نگاه البته که تعقیب بکنن البته که درسش عاصم لالای مد سرلیاس دیگه تشویق میکنن نمای ما میکنن خودش یک شوقی زور است البته که نمی یوتیوب چینل به خاطر شوق جور کرده و به دوستا شوق پیچکش میکنه از طریق یوتیوب چینل جور آرام باشه دیگه دوستایی هستن که البته از دیار شوق با کبوتر دوستایی که بلدیت ندارن یا خبر ندارن البته از او بزرگا هستند و گروه دوستا هستند و گروه دکترا هستند و گروه از او جمله حاجی صاحب حفیظ است البته که یک شوقی زور در سطح افغانستان در شوق خود فهم بالا عطایی صاحب است موسایی صاحب است در دیار شوق با کبوتر دوستایی که میخوان که معلومات بیشتر در فهم شوق در امراض مریضی کفتر جلوگیری از مرض با کفتر با یا به تماس شوند و نظرات نیک بزرگا هستند استازا هستند در این گروه دوستایی که معلومات ندارند در فهم کفتر البته که بسیار کفترهای زور زور سودا میشه نظر به 3,000-2,000 دلار در این گروه تماس بگیرن در این گروه شریک شون از طریق نمی گروه تمام مشکلات شوق انشاءالله که پیدا میکنن شوق شناس کفتر علاج مریضی کفتر است تداوی کفتر است تمام چیزایی که در شوق در کفتر اینمی گروپی هست که در سطح افغانستان سازهای بسیار فعال و بزرگای بسیار از ما شما بزرگای ما در گروپ است البته کلانای ما شما در گروپ است دکترها هستند در گروپ یادآوری بکنم که از انجینر صاحب پرویز است از تمام دوستا در گروپ موجود هستند دوستا که از این گروپ وصل بسازن خدا اما نظرات این دوستا را به خود بگیرن بسیار چیزا را از این گروپ امشالا که میاموزن و بلد میشن بسیار خوب نجیب جان امروز ما هم شما را پیدا کردم همراه حاجی صاحب در شوق امروز قرار است که چی پروگرامی را بر هموطنهای ما چون ما خود تا دیگه همون تو عجلهی پیدا کردم دیگه دمی جا گیدت کردم نه دمی شهر کابل ولایت کابل کل وطندارا را دوست داریم مرج کفتر است شوقی است انشالا ما دوستش دارم فقط این بشوق از طریق چنل نگاه البته که پیام ما به دیگه شوقی هایی که در خارج از کشور است میرسونیم شوق تقسیم میکنیم از هر شوقی را خدا خیر بده می دوستا رفیقا را که شوق خدا نشان میتم به دیگه وطندارا به دیگه دوستا به دیگه رفیقا دیگر چی که لالای ما از در کنار ما البته که پرسانش بگو که اینجا چی میکنه چه قوخ میشه شوق امروز نام صحبت میکنیم گپ میزنیم سلام برادر خوب هستین صدمن بخیر خیر هستین صحت خوب هستین انشاءالله بازم اولتر سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون نگاه
که آمدن به حساب می شوقم بر ما ایچیز میکنن. دیگه نام عشمت هستم، در سر پل خواجه بغرا زندگی میکنم و همیشه شوق هست دیگه از ما کدام میشه همیشه پیشکی که پیش از اینکه ما بیایم همیشه خوب اشپلاق میزدی. خوب یک هفتر بازی بدون اشپلاق ایت نمیشه شوائب لالا بسیار خوب همی بخشی شما باشه که گپ لالای من قطع کدم دگروال صاحب این اوزایی هکش هست که در پولی ما شما استاد است. بسیار خوب. نامش فیصل جان است، فکر کنم. فیصل جان است. یک وقت شوق از فیصل پرسان کنن دوستا بگا کفتر بازی را در سن چند سالگی آموختی یا شوق میکنی بازی؟ فیصل جان بگو ایشان که در سن چند ساله است فیصل جان؟ 9 ساله است. البته که بابش میگه که 4 ساله بود یا 3 ساله بود، بسیار خرد بود، دقات کفتران میگشت که یک تاریخ بانه شوق. بسیار خوب، بسیار خوب. دیگه البته که لالایم دگروال صاحب میگه که کفترا از من نمیترسه، اما لالایم که پتکه میکنه سر این کفترا، این کفترا یقین که کفترای پریشی که از کل از یا ورزشکار است، کل از یا در خط اول میجنگه. بسیار خوب. یا کفترا را که ایجا میزنه بسیار مسیر میگره، جی پی اس ندارین، در پشت از یا ایلا کنیم در کدام منطقه میری کفترا. دیگه دگروال صاحب میگه کفترا از من نمیترسن، فقط که میشپلاق میکنه کفتر یک دم تو که میره دیگه باور کو که 20 دقیقه کفتر گم میشه یک دم پیدا میشه. دیگه چطور از خودش پرسون؟ بسیار خوب. فیصل جان چطور هستی؟ خوب هستم. امروز اومدی که پدر جان و همراه نجیب جان شوق میکنی؟ پدرم نامده ما تناوریم که خب امروی کاکایت هستی؟ ها. خب بسیار خوب. حالا به کفتر علاقه مندی خاص داری؟ بسیار خوب، بسیار خوب، ماشاءالله. دیگه این شوقی هست دیگه. خب نجیب جان ای را بر ما بگوین که دمی سطح بلندیه که ما و شما فعلا هستیم و هموطنا هم شاید بگوین که سوالی مطرح شوه، در سطح بلندی که یک شوق شوه چی احساس بر خود پیدا میکنین؟ در جایی که در بلندی که کفتر شوق میشه، البته بلندی که نه، ما فعلا در منزل هفتم هستیم یا هشتم هستیم؟ هشتم هستیم. این منزل هشتم است. کفتر هر چقدر که در جای بلند باشه بسیار خوش میباشه. در بسیار جای بلند که کفتر تعلیم برش تعلیم داده شود، اما تو درس عسکری برش داده شود، یقین بکو که این امو برنامه ای که من گفته بودم تو نه که کفتر دوستات تربیت میتن، یک از نمیجا کنار در کامرا کفترا را میگیریم بیبی که کفتر که میپرانه دگر ورسو یک دم پوین میشی کفتر دم قطب لا منزلا گم میشه کفتر بیبی که اون از گدام سرت برآمد این تربیه شد اونم رقم دیگه باز کفتر کارا به پرش میگیریم به دوستا نشون میدیم که شوقشون هم شوه. بسیار خوب. بسیار گپا داره کفتر بازی. باز هم میگم صدا میکنم سر امتانای خود دوستا رفیقا که با دیار شوق با کبوتر یک جا شون. استاد اونجا بزرگاست، فهم زیاد کفتر شناسی، البته کفتر بوزی، البته توابتی جلوگیری از امراض یا مرض کفتر از تمامش آگاه میشن. بزرگا هستن، دکتر صاحب هستن، احترامشان دارم، برشان سلام برسه. دیگه کسایی که $2000 $3000 کفتر هم میخرن دیگه خوب میکنن. شوق است تا که بخرن هنوزم کم است نه؟ کم است. خب بازم در دیار شوق یک جا شون که فهم کفتر را داشته باشن. دوستایی هستن که کفتر البته بعد از خریدن باز پشیمون میشن که یاد دلشان اگب میگرده که ما $2000-$3000 کفتر خریدیم، کفتر اینی ای بداره. در دیار شوق با کبوتر یک جای شون، تمام رازا تمام چیزایی که در کفتر است انشالله بلد میشه. بسیار خوب. خوب هموطنان عزیز شما ما را همراهی بکنین، نجیب جان هست و فیصل جان هم بسیار یک بچه‌ای هست که وقت شوق و علاقه خاص پیدا کرده. مرا شما همراهی بکنین و شما بیننده برنامه خودتان باشه. فیصل جان خودت معرفی کردی برای هموطنا،
اینال ازی بر ما بگو که از شوق چی را میفهمی؟ کلش هم میفهمم. نام چند تا کفترت بگی؟ اینی سر روشن است، دم سفید، اونو زرچیرازی دم سفیده، اینی هم زرسینه دم سفیده است، اونو هم سیاپتن دم سفیده است، بسیار خوب، اونو هم سارا دم سفیده، بسیار خوب، اونو سیاجوگی دم سفیده، اونو هم زال دم سفیده، بسیار خوب، اینی هم سرسینه دم سفیده، بسیار خوب، دیگه اونو منگه سیروشن دم سفید، اینی هم سار است، نگه کنمش بود، اینو هم سیاه شیرازی گلدار است، بسیار خوب، اینی هم سیاه کامره است، بسیار خوب، اینی هم سیاه سینه دم سیاه است، بسیار خوب، تمام شد؟ این نامایش چطور افس کردی؟ خواه نامو تو فامیدین دیگه، خواه بسیار خوب دیگه، اینه خودت هم دیگه علاقه خاص داری دیگه برای کفتر نه؟ دوستایی که در همسن خودت هست، دوستایی در بچی تشویق میکنی که امری نگاه در خدمت هست؟ تشکر دیگه. خواه مکتب میخوانی؟ صنف چند هستی؟ دو. ماشالله صنف دو هستی دی. چندم نمره هستی در مکتب؟ اول نمره. آفرین، امی رقم درسایی تان بخوان، خوش آزادیم. ماشالله. خب دوستای عزیز، فیصل جانم علاقه خاص داره. خو نجیب جان، کسایی که شوقی است از تمام صفات اخلاق، تعلیم تربیه، از تمام چیزایی که جلوگیری از تمام صدها گپ دیگه ای که است، انشالله شوقی ها آگاه هستن و ای فیصل جان که همتو نام کفترا را گرفت، همتو نام خدا شاهزاده بچه اول نمره هم است، شوقی کفتر در سر و سر افغانستان کس دیگه، از تمام چیزا، از تمام همی درس و تعلیم و تربیه آگام هستن، همه تو نام خدا شیرا شوق هم میکنه دمو درس خدا، همه تو نام خدا تقل هستن. فیصل جان لالا، فقط درس تو اینه تو که کفترها را نام گرفتی، اینه تو در مکتب که میری، اینه تو درس تو اینه تو جدی باید است داشت بگیری و یاد بگیری که باز بخیر تا صنف 12 اول نمره باشی. خب لالا، بسیار خوب، تشکر نجیب جان. خب دوستان عزیز، شما ما را همراهی بکنید. خب برادر عزیز، در مورد عزیز برای ما معلومات بدین که روز چند بار کفترها را شما به پرش میارین؟ ما روز یک بار به پرش میاریم شان، یعنی مثلا دواندن کفتر است، روز یک بار مثلا تایم برش تعیین میشه که چی تایمه ما مثلا این کفتر را بدوانیم، یا مثلا 3 بجه است یا 2 بجه است، چیزی که می پروگرامی که در این منطقه کسای کفتر بازی میکنه، باز ما در این پروگرام برازی ها عیارش میکنیم، از این کوریز که میخیزه کفتر در این پروگرام تاو میتیم تا که تیار میشه، که سر نفس که میشه، با سر نفس که شد که این اواله کار داره، این بیادر دانش برابر میشه، دانش مثلا برابر میکنی که کفتر خدا عیار کنه، بدوش خدا برابر کنه، که ولو که مثلا 100 کفتر باشه یا مثلا 50 کفتر باشه یا 40 کفتر باشه، اینمی بساب عیارش میکنی، این نواله داره. بله. روز چند بار باخت میکنین و چقدر پس فایده میکنین؟ اینطور است که کفتر اگر نو باشه فایده یعنی فایده هدف ما این بود که از کس دیگه پیش شما فایده کم یا نه به حسابم باخت چیزی که داره کفتر از بالا گرفتن کفتر نو که مثلا بیاد کفتر رو دانه زدن داره، مثلا به یک طریقه نه، یک طریقه یا تاوش میتیم یا مثلا یک کاری میکنیم کفتر بشینه. کفتر جنگی با او قدر زودی نمیفته دیگه چی از خود ما باشی از کس دیگه باشی. بس تا چی سطح این کفترها ادامه میتن در یعنی دوششان؟ دوششان بله، دوششان که کفتر تیار باشه که ما مثلا بدوانیم کفتر در سوال کلا کنیم، ما مثلا تا برای یک ساعت یا دو ساعت که کفتر بازی میکنیم، برای 20 دقیقه 25 دقیقه 10 دقیقه بیخی از چشم گم میشه دیگه نمیبینیشه کفتر، اون باز که میدوه مثلا کفتر در قاط خانه آمد راه از اینکه که کفتر پخش میره و سرعت میره. بله بسیار خوب. دوا استفاده میکنین به خاطر از اینکه تا چی سطح بلندیش بره به حساب در آسمان؟ بله یا استفاده نمیکنین؟ نه دوا استفاده میشه به خاطر از اینکه کفتر تو خود سر نمیشه کفتر دوام کفتر به خاطر از اینکه دوا مو ضرورت داره به حساب صاف کردنش است، گفتم پیشتر به حساب نوالش است که به حساب تقویهش است،
کفتر باید تقویه شوه که با دوانده شوه. بالا غیر از او که جای دور برای گد بخوره کفتر تقویه نباشه باز باخت داره. مشکلات خودمی داشته باشه. بله بله. بسیار خوب. چقدر وقت در بر میگیره که یک کفتر شما تربیه میتین؟ یک کفتر که مثلا سر نفس بخوای کنیش مثلا که از کوریز میخیزه هم یک ماه باید تاو بتی یک ساعت کفتر در هوا تاو بکنه. یعنی در میگرد خانه یک ساعت مقامت داشته باشه که تاو بخوره. زمانی که دیدی که یک ساعت تاو خورد میفهمی که کفتر آماده است، برای دوش آماده است. بعد از او دیگه غمش میخوری، یک صافش میکنی، یک سیستمش میکنی، نواله برای جور میکنی، کفتر سر میشه. دیگه اصلشون بیخی دور میره دیگه، بیخی نمیبینی شب. از چشم که اگر دور بره باز هم خانه خود پیدا میکنه نه؟ بله بلد است، یا جنگی است، کفتر از تمام حیوانات که بسیار باوش است. بسیار خوب. بله. مدت چند سال میشه که خودت شوق میکنی؟ من یک مدت 30 سال میشه. 30 سال دیگه نه؟ بله. 30 سال دیگه کلانترین عمره دیگه سپری کردی در شوق دیگه نه؟ بله بله. بسیار خوب. خاطره جالب در این مدت 30 سال برات باقی مانده؟ بله تمام از خاطره جالب است برای ما. این شوق از خودش یک خاطره است برای ما. دیگه جالبیش اینی میاست که مثلا یک کفتر میایه مثلا میگیریش یا تور میکنی خطا میکنیش پس میره در کفتر تاو میخوره با پس دوباره میشینه تورش میکنی میگیریش یک جالب میشه برات که مثلا چطوری کفتر باز دوباره اومد شیش اینجا. بله. در صورت از اینکه یک کفتر مثلا لاغر باشه به حساب بله. یا مریض باشه از کدام دوا استفاده میکنین به خاطر تقویت شدنش؟ بله بله. کفتری که مریض باشه طبعا دیگه میبینی که مثلا مریض است یک نوع مثلا دانه است مثلا دانه گدوات داره مثلا شاخل است گندم است مشنگ است این از این دانه برش میتی کفتر او قدر نمیپرونی آزار اذیت نمیکنیش به خاطر از اینکه یک مریض را یک جان بگیره شیمه بگیره زمان دیدی که یک ذره جور شده بعد از او دیگه شروع میکنی در پراندنش. بس نسل گیری از این کفترها را چی زمانی صورت میگیره؟ نسل گیریش از مایوت شروع میشه. هر زمانی که جایش گرم باشه یعنی جایش درست باشه این وقت نداره میتونی جوره کنی چوچه بگیری. اگر همی زمستان هم باشه میتونی از پیش چوچه ها بچه مکانش و موقعش گرم باشه نه؟ گرم باشه بله. همی اگر زمستان بخوایی که بگیری باید گرم باشه. اگر نه که برای تابستان چیز کنی جایش سرد جور میکنی که یعنی مثلا اشکشک و از این توی چیزا برای از این مانع نشه که مثلا چوچه هایش باز هم یک نوع اشکشک هست میزنن هوای گرم بازو کلان نمیشه. کار شوق به نظرتان جنجالی است؟ نخی نه بر ماخ جنجالی نیست و با او تعداد کسایی که نو به طرف شوق آمده باشه بر از جنجال شاید باشه نه؟ این یک چیزی است. کسی که شوق نداشته باشه یعنی مثلا خوش نداشته باشه کفتره او به هیچ وقت نمیتونه این کار بکنه. کسی که شوقیش باشه یعنی از بچگی مثلا این شوق داشته باشه بر از او فکر نمی کنم که جنجال باشه. جنجال بسیار یک چیز بسیار. شما هم در اوایل جنجال داشته نه تا بعدن که بسیار مسلکی شدیم تا که زمانی که ما مثلا پیدا کردیم راز از ایره پیدا کردیم مثلا دواندن از ایره دواندن از ایره بسیار یک مزه خاص داره. کفتر باز که کفتر در میگرد خانهش تاو بکنه فکر کو که رنج است. رنج میبره دیگه هر روز باید بره یکی را پرسان کنه که کفتر من نمیده و چی رقم کنم چی بتم از چی نوع دوا استفاده کنم که تا این کفتر بگردم. کفتر باز که نگرده رنج است. بسیار خوب. شما چگونه علاقه خاص پیدا کردین به شوق کفتر؟ ما پدرم هم کفتر باز بود دیگه کاکای ما کفتر باز بود دیگه از اون زمان بچگی را علاقه داشتیم علاقه مند می کفتر بودیم و تا به میال اصلا. آقا نجیب بعض وقتا میگفت و همیشه شاید هموطنا هم به مصاحبه های آقا نجیب شاید توجه کرده باشن که کسایی که شوق دارن و علاقه خاص دارن بر شوق اونا غیر همیشه فکرشانی است و فکرشان آرام است از تشویش از رنج و از غیبت و بعض مسائل های دیگه دورستی واقع است. بله اینطور است که این کسی که شوقی است یعنی با واقعیت که این شوق پیش میبره یک مقدار پیسه ضرورت داره به خاطر اینکه کاربار داشته باشی در پولی از این مثلا از بیکاری نمیشه که یعنی جایی مثلا کاربار نداشته باشی این شوق پیش برده نمیتونی به خاطر اینکه مصرف از این از بالاتر است. مصرفشان بالاتر است و از
از همه چیز آدم دور میسازه، فقط در امو کار خود میباشی نه؟ بله بله، یک آدم بسیار دیگه امو تو بیکار بر از این کار از ضرورت است که دیگه این کفته را باید آماده کنه، تیار کنه، بدوانه. همین کسایی که شوق خاصی هستن به کفتر اینا همیشه در هر جایی که برن دیگه مجلس شان سر از این کفتر است. بله قصه کفتر، قصه کفتر که از این صبح بشینی تا شو دیگه این خلاصی ختم نمیشنه. باور کن ما شوار صبح کردیم، من تو کردن دو سا رفیقا اندی بالا کشیشتیم دیگه این قصه بیخید خلاص نشده. بله بسیار خوب، بسیار خوب. خب دوستان عزیز شما ما را همراهی بکنین و بیننده از زینت های کفتر باشین. دوستان عزیز سپاسگزار هستم که شما بیننده گزارش خودتان هستین. از رسانه نگاه نجیب شوقی به شما هست و دوست دیگه هست که اشمت جان که شوقش تازه کرد برای هموطنا و کفترها را به پرش آوردن و شما هم بیننده کفترهای متفاوت بودین که خدمت شما نازنینا تقدیم کردیم و حال قرار است که نجیب شوقی به شما هموطنان عزیز کفترهای متفاوت با معرفی بگیره، پس شما ما را همراهی بکنین. نجیب جان بخیر سلامت باشی، بازم سلام عرض ادب به تمام وطندارا و دوستا شوقی برسه. یک سرخ جوگی دو قوله است، خوب کفتر نام خدا. جوگی دوستا عزیز بسیارش کم کلام میباشه، این تا سر جاغور است. دوستا سعی کنند کام را جوگی هایی که تا اینجا میباشه که البته اگر بامد بکشن سرش تکلیف بکشن جوگی ها را تا سر جاغور بسازن. بسیار یک دول خاص داره این هم خدا، بسیار یک منظره ای که افتر هستی تا سر جاغور جوگی. خب یک بال نازنین داره دوستا سعی کنن این طرف که افتر هم نام خدا سعی کنن، بال این طرف شم نام خدا سعی کنن. خب که افترک از قد قواره، از اندام، از قیافه، از امو جنگی که افتر هست بخی بگرانتیم شالی که افترک. این سرخ جوگی البته که دم رنگیش هست نام خدا. ای کفتر اکم تا سر جاغور است، البته دوستا جوگی ها را نگاه میکنن زامت بکشن کنده کنده سفیدش بکنن تا سر جاغور می کفتر نام خدا در کمرات لالا بگی تا می سر جاغور همی سفیدیش است تا کده تا سر جاغور سفیدی خدا نام خدا. خوب کفترک یه ندگه سیو جوگی یک بخاطر جوگی ها را با معرفی گرفتیم که تا سر جاغور است دوستا عزیز. جوگی ها بسیارش کم کله است، یه دیگه تا سر جاغور اما سفیدی خدا آورده که یک زیبایی خاص داره. دم رنگه جوگی نام خدا، جنگی کفتر بیخی به گرانتی کفتر. بسیار خوب، البته که این یک سیاه جوگی نام خدا دم سفید. چه خوب یک کفتر، چه خوب یک کفتر دوستو عزیزمی
سیجوگی خوب کفتر زیر دم بیام داره سر دم بیام داره کفتر کوی جنگی کفتر است بسیار یک گردن مقبول خوب یک وست بسیار خوبش داره می کفتر شو دید یک سوز نقش است البته خوب کفتر این طرفش نه دو چهار شش رش نو پر کفتری طرف است هش پری طرف کفتر است خوب یک سوز نقش جنگی کفتر نام خدا دم سفید البته بسیار خوب این یک سیاسی نه از دوستو عزیز اینی بیادر سیاسی نه گلدار است که کفتر به صاحب امو جنگ و امو هدف که به شوقی میگره امی کفتر بسیار زور کفتر است دوازده پردون بشم نام خدا برکم سود نقش است نام خدا خوب یک پر داره در سود نقشی را خم پر خوب یک زیبایی داره نام خدا کفتر دون بشم خوب یک بست بالا جنگی کفتر ها زیاد تو تربیه شده که بسیار منزل میزنی کفتر ها خیلی نک سود نقش گلدار نام خدا چه خوب کفتر چه خوب یک پر داره کفتر نام خدا گلک های بسیار خوبش داره می کفتر در جنگ خود بیخی دیگر اول بسیار خوب کفتر ها دوستو عزیز زیاد است نمیشه کلش به تشریح بگیریم در تصویر هم ببینی یک چند کفتری بود که ما به خاطر هدفم سر کفتر های جوگی بود که جوگی هاش کم کلم می باشه دوستا کوشش کنن جوگی که میپران یا شوق میکنن جوگی را کنده کنده که بکنن باز تا سر جاغوره داستر جاغور که برسه انشاءالله سفید میکنه سیرام سفید میکنه سرخ و زردش هم زود سفید میشه همه جوگی زیباییش که است در جاغورش است در کلیش است در گردنش است جوگی ها بسیار کم کله است یکی باز کنده کنده سفید شد بسیار مقبولی خاصه داره تشکر نجیب جان تشکر عیسی به شما هم تشکری میکنیم زنده باشی سلامت باشی یک سلام خاص بر زبی جان داسترالیا تقدیم میکنم باسم جان عزیز شوقی های بسیار نازنین است یک سلام خاص بر شما تقدیم میکنم یک چیزی گفته این نباشه بسیار زیاد تشکر زنده باشی سلامت باشی سلامت باشین ببخشین تکلیف هایتان که خیلی زحمت کشید شما قدم هایتان رو میبخشین آمدین لنجا آوردین زنده باشین تشکر زنده تشکر باشین تشکر از شما هم بخیر باشین هشمت جان از شما هم تشکر تشکر بسیار زیاد از شما همچنان که آمده دیجا قدم رنج فرموده دوستایی که چند لحظه که با ما بودن خدا کنه که برشان خوش گذاشته باشه دیگه چیزی برای گفتن نداریم سلامت باشین خوب هموطنان عزیز سپاسگزار هستم که گزارش تا امروز شما دنبال کردین از رسانه نگاه که گزارش در خدمت شما هموطنان عزیز تقدیم کردم و تا برنامه بعد و گزارش بعد که دوباره شعیب کاوش و همکارم از کابل در خدمت تک تک شما هموطنان عزیز قرار میگیریم شما را به خداوند یکتا میسپارم شاد و خرم باشین و رسانه نگار را هم سابسکرایب کنین لایک کنین کامنت بگذارین که گزارشات متفاوت در بخش های اجتماعی از شهر کابل در خدمت شما هموطنان عزیز تقدیم بکنم این گزارش خاصتا به او افرادی که شوق میکنن و علاقه خاص دارن به شوق تقدیم میکنم و سپاسگزاری میکنم از آسم جان سردار که در استرالیا هستن و برنامه های ما را در کابل حمایت میکنن شما هم بیننده برنامه ها و گزارشات جالب آسم جان سردار در استرالیا هستین و قرار است که ما و همکارم بر شهر خداوندگار بلخ و شهر مزار شریف سفری داشته باشیم تا بدانیم که از شهر مزار شریف و شما هموطنان عزیز برنامه ها و گزارشات متفاوتی را خدمت شما هموطنان عزیز یادآوری بکنم و ما همکارم از کابل در خدمت تک تک شما هموطنان عزیز هستیم تا بدانیم که بخش ها و گزارشات متفاوتی را در خدمت شما هموطنان عزیز از رسانه نگاه در خدمت شما تقدیم بکنیم و تشکری فیصل جان از شما میکنم چی بگی؟ تشکر تشکر ماشاءالله تو برنامه بعد بترود